قانون سوم، کار سوم که مغز ما رو در کنترل ما میاره، پیام ای است که وقتی افکار منفی میخواست بیه هجوم بیاره به ذهنت، برش بگو فعلا وقت ندارم. برش بفهمان که فعلا وقت نیست. من همیشه میگم افکار رقم میمان میمانه. میمان میه خانه یک نفر تق تق میکنه، دروازه رو واز نمیکنه، دو تق تق، سه تق، چهار تق تق، نشد، میگه به خدا نیست، میره پس، میگه در خانش قل بود یا واز نکد بروی. میمانم خجالت میکشه میره، یا دروازه رو باز کنی یا پشت سر بگی کیستی، بگی میمان هستم، بگی میمان کار نداری، من فعلا وقت ندارم. کدام میمان چی شملک باشه که میره بیچاره پس خانه میره، از خانه تو میره منزل پایین خانه خیشای دیگه تخت تخت اینو باز بینه، خواره خوش آمدی جان، جور از خوب هستی، بیا بیا خانه، بیا بیا شوهر از مزار شیر پیرا آورده، اینو پستا را آورده، بگی بخوا چای برش بندازه، چای زعفرانی که میخوره دیگه، اینم اینجا ریافته هر روز که دق میاره خانه همسایه پایین بالا چر نه دروازه را باز نکرد. بسیار مردم گشنه هستن، زنگ زدم گفتم ما وقت نداریم. افکار اینم ترس علی برای میمان خودت نکنین که شما علی از اینجا منفیشه میگیرین، برای میمانا دروازه باز نمین، میمانا رو زیاد عزت کنین، چای زعفران بدین، فکر بدنتین، فکر میاد تق تق پشت ذهنت، تق تق کیستی، فکر منفیستم، تو میگه خوش آمدی واسه که دروازه رو بیا دیگه، ذهنت عیاب، او میگه فکر منفیستم، بگو برو گوشا پیش راید برو، من بیکار نیستم، او مصروف هستم، ولی فعلا وقت ندارم، کدام وقت دیگه بیا، شام باز میاد باز بگو وقت ندارم، صبح بازه، هر وقت روز که آمد اول گرفت سر شام صبح چاشت، تو برش گفتی وقت ندارم، دیگه ناامید میشه، دیگه طرفتی نمیه، میر پولفایل تا پیدا میکنه، سنفی پولفایل تا، او رو بیکار ذهنش مصروف. بنان دوستای قانون دیگه، قانون فعلا وقت ندارم، فعلا وقت ندارم، خیر میگه خیر چی وقت وقت داری، خیر چی وقت وقت داری، یک وقت ملاقات تو من وقت میایم، یک وقت میمونم چی ملاق می باشه، خب میگه علی وقت نداری، خیر ما حوصله مند هستم، همون تایمی که تو وقت داری رو بگو که گلاس چای کتت بخورم، خب تو یک تایم مشخص باز داشته باشه، قدرم خیر گوش نچشم نباش، یک تایم که مشخص داشته باش، دمو یک ساعت مشخص در روز برای فکرایت بان، یک ساعت مشخص برای فکر را. اما تو از نظر دینم برای ما گفته شده بین نماز دیگر و شام شما بشینین به خلقت و به اینا فکر کنین، تو بین دیگر و شام برای حل مشکلاتت بان، میفهمین؟ ما وقتی آدمای تشویشی در ماینه خانه میه برش یک وظیفه میتیم، بعضی شد تا نسخه داره از کل دکتر سایبا گرفته، این رفته پاکستان رفته، این یک بندل نسخه داره، دوایش میبینیم بگم کل دوایی که باید بیتی داده برش دکترا قبلا، اما این نتیجه خوب نگرفته. ما بعضن چی میکنیم؟ همو دوا را پس میتیم، شاید با تغییر کمپانی اینا خودی که دوات مشخص است، اما برش ریلکسیشن یاد میتیم، میگیم رو سه بار تو دراز میکشی، چشمای تا بسته میکنی، از بینی نفس میگیری که شکمت بالا بیه، از دهن خارج میکنی، بر 5 دقیقه خود آرام ساخته میری، رو سه باری کار میکنی، تشویش میاد دیگر روز دعا میکنه دکتر صاحب خیر ببینی چقدر دستون یک وقت بود دوایت فایده کرد، دالی که دوا فایده نکرده، ریلکسیشن برای زیادم فایده کرده. ریلکسیشن، تشویش چی معنا میده؟ ما امواج مغزی ما زوزوت میزنه تشویش، باز یک روز در مورد ازی بحث میکنیم که از اصل موضوع دور نشیم. آدمای تشویش یعنی مغزشان تو امواج قیقنه میره. ایول فکر کو امواج مغز ما شماست. آدم تشویشی امواج مغزش چطور است؟ ریلکسیشن اینو کوشش میکنه که با آرام سازی ای اهتزازات کم میشه، فرکانسی پایین میاد. مردک آرام میشه، خوش میشه، تشویشش گم میشه. بنان ریلکسیشن فراموش نکنین دوستای، بسیار کارآمدا داره. مثلا کسایی که خوابشان آرام است، ما میگیم پیش از خواب ریلکسیشن که خوابش آرام میشه. کسی که از تیاره ترس داره میگیم ریلکسیشن که تیاره در ذهن تجسم که مشکل حل میشه. کسی که سخنرانی ترس داره میگیم تو در ذهن در خانه تجسم که ریلکسیشن که فکر کو کینجا اومدی گپ میزنی، ترست گم شده میره، ده دفعه که ریلکسیشن میکنه دفعه 11 هم میجمه سر استیج گپ میزنه، او ترس از ذهنش گم میشه. بنان ریلکسیشن یکی از کارهای بسیار مهم میکنه که او کنترل ذهن ماست. بنان از امروز روز سه بار ریلکسیشن فراموش نکن، صبح چاش شام، اگه سه روز سه دفعه وقت نداری شام خو حتما شب پیش از خواب ریلکسیشن کن، همه تو در خوابه که عمیق راحت ها میری واسطا استا ذهن تا میبینی به کنترلت میه. اصل چهارم چی است؟ مصروفیت سالم. دوست عزیز نازنینم، آدم های ذهن پراگنده دارن که بیکار هستن، شوندین بدترین کار دنیا بیکاری است، آدم بیکار بیمار میشه، شوندین بنان خود بیکار نمانین دوستای از نازنین، تقسیم اوقات منظم، صبح تا شام کل چیز مشخص باش، صبح وقت نمازت، دوشت، قرآن کریم خواندنت، چای آماده ساختنت، آلی که روزه است رمضان دارید، وظیفه رفتنت، کار تا به صداقت انجام دادن سعی کنین دوستای عزیز. ای تو وظیفه داری میری رئیس نیست، تو میگیری وقت ازایی که قراشتی بیکار، میبینید ام به رئیس نقص کردی، ام به وطن نقص کردی، ام به خود نقص کردی، ششتی ذهنت هر چیز آمده میره. هر تو درگیر از کارت باشی
تو رئیس زندگی خداوند متعال بدانی همیشه حاضر و ناظر است بر تو. چرا باید تو منتظر یک کس دیگه باشی تو رو کنترل کنه؟ بسیار بد است به خدا که ما به خاطر دیدن دیگه کار کنیم و فراموش باشه که یک ناظر دائم الوقت همراه ما است. ما او رو باید در نظر بگیریم. خدایا ببینی چقدر به صداقت کار میکنه، اون نیت ما رو ثواب میده. کل امر رو به نیت گفتدین. وقتی تو به نیت نیک میگی خدایا میبینی به شوق کار میکنم، این کار اگه به رئیس ما است بر وطن ما فایدهش میرسه، هی کار به اداره است به مردم ما میرسه، اینی جس که هم ثواب میبری هم فایده میکنی هم ذهنت بنان مصروفیت سالم براتون داشته باشین، ایره داشته باشین. یک اصل بسیار مهمه دوستای عزیز براتون میگم، ایره شما در زندگیتون عمل کنید، ذهنتون در کنترلتون است. دوستای عزیز نازنین، ما یک چیزی داریم به نام فکر اتوماتیک یا سریع یاد میشه. خب به صورت ناگامی از خردی عادت ما شده. از امروز پیشروی از اون امور بگیرین، پیشروی افکار سریع و خداگار چی رو ناخداگاه رو بگیرین، کنترل خداگاه بسازینش. چی معنا؟ مثال میگم براتون، تا در خانه یک گپی میشه، شوهرت یک گپ میده، آجل قال مقال شروع میکری. چرا؟ او فکر سریع تو برات میگه که قال مقال از خردی یاد گرفتی، کمروی بیادر دعا کردی آجل قال مقال گرفتی. این تای فکر آمد تو بگی نه ذهن جان، ما او آدم دیروز نیستم، ما برنامه خودشناسی دیدم، سمینار رفتم، ما که احمق نیستم در این شوار مغال مغال کنم. تو سر فکر دقیق چی میگه؟ فکر اوتومات خود گفت مغال مغال کن، صفت ایوانی رو برات پیشکش کردین یا عمله کن. نکو تو بگو ذهن تو چه از مخواه هم ایوان نیستم. بگو تو مر چی فکر کردی؟ بگو آدم دینه روز فکر کردی که از من استفاده. اینه تو صبر که ذهن جان تو باش که من یک جانم برش. بگو خیره بشر. بگو تو چی میکنی؟ آلی فکر خوب چی است؟ فکر خوب است خیره، آدم با آرامش با منطق با استدلال گپ میزنه خیره. همین شورک ذهنش در کنترلش نیست، سمینار نیده، برنامه نیده، یه از بیرون آمده حسابش خراب است، خیره گپتون زد. من این کارو نمیکنم. یا مثلا تو آمدی خانمت یک کمی قار است، مثلا در خانه نان نبوده، پیاز نبوده، یک چیز دیگش مانده، قار است، گاه آدم چرا پیاز نوقت آوردی؟ تو های شروع نکن، ذهنت بگل شروع کن، شروع زن سرت گپ زده. تو بگی نه ذهنت زیر اوتوماتت نیه، گل زن شروع تو سرت گپ زده تل عمله. تو نگو بگو نه من آدم دینه روز نیستم. خیر زن جان امروز بیاردیم و دیگه یک جایی پخته میکنیم، من اینه پیاز آوردیم یا میرم میارم پیاز هم من میده میکنم تو دیگه پخته کن. ای او کارم نمیکنی خیر، حال تو تنبل استی کار نمیکنی. برای خیر زن جان بابا اشتباه شد، هی قول مقال کرای ما را نمیره، دیگه کمی دیرتر میخوریم اشتیای ما خوب میشه صاف میشه. هرچی گشنه تر اشتیا صاف تر. خدا آدم های گشنه رو دیدیم پرسانش میگنه یه بچه وزی خوردنی و طفلک های گشنه سر سرک آورده میگه از خوردنی ها کدامش خوش دل کدامش دل میشه؟ میگه هر کدامش دل میشه، گشنه هست بیچاره. او آدم سیر است که ناز میکنه کی دل میشه و دلم نمیشه. تو که ناز میکنی سر نان تو چه کم سیر استی، تو بیشکری میکنی. مادر چی که لوبیا و لوبیا که میخوره، تو که گشنه باشی که بگید سنگ پخته کده میگه بیار که ازره بخورم سنگ لوبیا رو خوان. بنان ای مهم است که ما چقدر خود آماده ساختیم. بنان از تفکر اوتوماتیک خود نجات بتین. هر وقت دیگه عکس العمل تیز آمد تو توقف کن. براستی براتون بگویم کی صفت حیوانی است. صفت حیوانی است. تو نمیخوای حیوان باشی. مغز انسان سه طبقه داره. این قسمت های دو قسمت پایینش که عمل و عکس العمل کار میکنه این صفت حیوانی است. حیوانی گشت اومد اصلا دنگ نش میزنه، هیچ فکر مکر نمیکنه که چی هست، یادم خوب است بعد اصلا نمیدونه نش تا بزن. اولاغ که چوب دکم دم لغت میزنه، نه اتومات کار میکنه. اوتوماتیکی نباش، نه گژدومی باش، نه اولاغی باش، انسانی باش. فکر آمد ببر در تفکرت، استدلال کن، نتیجه خوب، بیان خوب. حیوانات بیچارا به خاطر ملامت هم نیست اولاغ که لغت میزنه، خود زبان بر گفتن نداره که تو رو بگه ای که چوب نزن دکیم نتی آزارم نتی، تو نداره بیچاره. تو که زبان داری باید استفاده کنی و اوتوماتیک عمل نکنی. از تفکر اوتوماتیک خود نجات بده. بعد از این بگویید تو بان آگاهانه فکر کنم، آگاهانه فکر کنم که نتیجه از کار چطور میشه و اونو یک تصمیم خوب به اساس عقل و اندیشه بگی. ذهنت در کنترل میه. شماره بعدی دوستای عزیز که ما را میتونه در زندگی ما کمک کنه و ذهن ما را در کنترل ما بیاره تمرین کردن و ممارست و ریاضت است. دوستای عزیز نازنین تا ریاضت نکنین نمیرسین. خب من ماینه خانه بعضی ها میه دکتر صاحب مثلا این مشکل دارم، ده تا مشکل نام میگیره. خب میگی مثلا دیویدی کتاب سمینار ایلی دوارم، نه دکتر سمینار نی خیر آمدی. میگم دم کنمت انتر منتر چوف برو جور شدی،
تو اوت اوتومات انترمنترکی نباشین. تمرین بگو تا که ذهنم در کنترولم نامده ماندن والایش نیستم. از امروز شروع میکنم و تلاش میکنم تا که ذهنم به کنترولم بیایه. چون دوستا میگه وقت خلاص از گپ یک اصل دیگه میگم اسلامان گپ آخری که بعضن اگه میبینی ذهنت در کنترول نیست خوشبختانه بعضی دواهای آمده که ذهن ما را در کنترول ما میاره. متاسفانه ذهن با مریضی ها یک رابطه علت معلولی داره. ذهن آشفته ما را مریض می‌سازد و مریضی ذهن ما را آشفته تر می‌سازد. آشفته تر مریض‌تر، مریض‌تر آشفته تر خراب میشه. خیر بنان میشه تو جایی رسیده باشی که از دست از ذهن امروز مریض هستی و نمیتونی کنترلش کنی. پیش دکتر مغز عصب بری دوا میته، ذهنت زودتر میتونی به کنترل بری. ولی از امروز دیگه که برنامه رو شوندی، تعهد تویی که تا کی ذهن در کنترل ناوردی، ماندن والایش نیستی و این سبب میشه که بخیر تو ذهن در کنترل زندگی با مدیریت و خوشبخت.